حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب ارمان‌های خلق، چون این عنوان داشت کنفرانس که در تالار مرکزی فرهنگ شهر خوجند برگزار گردید. کنفرانس مذکور به 26مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بخشیده شد. اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت کنفرانس علمی را افتتاح نموده، حاضرین را با 26مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مبارکباد نمود. موصوف از تاریخ حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یادآور شده، از هدفهای سیاسی آن یادرس گردید. هدف اصلی اش نگاه داشتن و مستحکم نمودن استقلالیت جمهوری تاجیکستان، حفظ سوخت کنستیتوسیونی و تامین صلح و وحدت کامل در کشور محسوب می‌یابد. تاریخ شهادت می‌دهد که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در روند بسو مشکل و مرکب تشکیل گردیده، جهت خاموش کردن آتش جنگ شهروندی، وسعت بخشیدن مذاکرات صلح و تحکیم آرامی و ثبات جامعه نقش باسزا گذاشته است. پیامی شاد باشی پرزیدنت کشور، رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان را اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان و سمی حاضرین رسانید. همچنین در پیامی شاد باشی از تاریخ و نفوذ حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قید گردید. ما را ضرور بود که مردم را در محور یک مفکوره سازنده متحد نموده با مخالفت و درگیری‌های فاجعه‌بار سیاسی خاتمه بخشد. همین طور 26 سال مقدم ما با فعالیت حزب خلقی تاجیکستان که بعداً وابسته به تحولات سیاسی جامعه با عنوان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شناخته شد، زمینه گذاشتیم. در دوره ذکر شده رابطه حزب با مردم سال به سال تقویت و گسترش یافته، سازوار باور و اعتماد کل ساکنان کشور گردیده است. سپس معاون رئیس ولایت سوخت زینوره عظیمی تبریکات رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به مناسبت 26مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قرائت نمود. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امروز بدون شک و شبه سرنفوذترین، فعالترین و قویترین نیروی سیاسی کشور محسوب یافته، چون حزب به میان آمد که به جامعه فعلی تاجیکستان تکیه داشت و اعلام کرد که جانبدار دولت قوی اجتماعی است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پدیده نادری دوران استقلالیت. این موضوع معرضه پروفسور دکتر علمهای تاریخ وهاب نبیف بود. رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امام علی رحمان در انجمن با خیر و برنامه برآمد کرده چون این قید نموده بودند. تاریخ گواه است سیاستمدارانی که میخواهند در کشور خود اصلاحات کلی گذرانند باید قبل از تطبیق برنامه سیاسی خود همصفان و هممسلحان خود را یابند. در تاجیکستان حزب سیاسی و اتحادیه جمعیت در اساس طلبات قانون فعالیت میکنند. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان در باره حزبهای سیاسی برای فعالیت آزادانه حزبها امکاناتهای برابر فراهم میآورد. موضوع جوانان نیروی سازنده و ایجادکار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از جانب نامزد علمهای سیاستشناسی شهرت سیدزاده مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دیگری کنفرانس از جانب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت و فعالان حزب سرفرازنامه، مدال جشنی و تحفه های خاطروی سپاریده شد. همچنین شهادتنامه حزبی به گروهی از جوانان تقدیم گردید. چاره‌بینی مذکور بخشیده به 26مین سالگرد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بخشیده شد. قابل ذکر است که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به خاطر پیشرفت کشور در تمام سمت‌ها نقش مؤثر دارد. گزارش سمن حمید و نعیم ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.